شمارش معکوس 231 روز تا برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری. به نخستین برنامه انتخابات خوش آمدین. در نخستین برنامه با چالش ها و مسائل مربوط به انتخابات می پردازیم. در دو ماه پسین بیم امیدهای زیادی درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وجود داشتند که با تصویب قانونهای انتخابات و تشکیل صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی امیدواری ها و برگزاری انتخابات بیشتر شدند. اما چالش ها فراراه انتخابات از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و فراگیر تا وضعیت امنیتی هنوز هم بر این روند سایه افکنده است. مهمان بخش اول برنامه ما آقای انوارالحق الحق احدی، رئیس عضو شورای رهبری معذرت میخوایم حزب افغان ملت و وزیر تجارت هستند که از همه نخست برشان خوش آمدید میگم. در تشکر آقای احدی، به عنوان یک سیاستگزار و به عنوان یک عضو بلندپایه حکومت، دغدغه ها و نگرانی های خود شما از انتخابات آینده چیست؟ بقیدی ما تشویش های ما اونمو تشویش است که بین اکثرت مردم است. از تجربه که در دو دوره گذشته داشتیم یک سلسله تشویش های موجود است. یکی عدم موجودیت امنیت به اندازه کافی یک تشویش بسیار کلان است، نه تنها ای که این مشارکت مردم مشکل می سازه، بلکه در عین حال اونایی که مشارکت هم میکنن زمینه عدم موجودیت یک محیط مسئول، زمینه تقلب هم به میان میاره. خب یک مشکل کلان است و مشکل بی‌امنیتی فعلا قوی تر است نسبت به آنچه که 5 سال قبل بود و به اساس یک مشکل کلان است برای ما. در عین حال به ارتباط مداخله خود مامورین کمیسیون انتخابات در دورهای قبل شکایات بسیار زیاد موجود بود و ما فکر نمی کنیم که شکایات تا بالا رفع شده باشه. ممکن افراد تبدیل شده باشن، ولی یک مکانیزمی نیست که راستی ما کنترل کرده بتانیم و این بسیار مهم است که در چند ماهی که ما پیش رو داریم یک مکانیزم پیدا شود که ما مامورین کمیسیون انتخابات کنترل کرده بتانیم کنم منبع فساد سیاسی در قسمت نشوه. یک مشکل دیگه هم که مربوط به کمیسیون انتخابات است شمارش آرا بود. شمارش آرا به طور قانع کننده نبود. آرای مردم هر چند روز بعد تغییر میکرد و بقیدی خود ما امید که بسیار زیاد وقت میدادن برای شمارش آرا، مثلا یک هفته دو هفته بیشتر از این خودش زمینه را برای فساد به میان می آورد. خب به صورت عموم به اشکال مختلف تشویش عمده ما ایست که آیا انتخابات شفاف خواهد بود یا نخواهد بود و امید ما ایست تشویش موجود است که ممکن شفاف به اندازه کافی شفاف نباشه، ولی امید ما ایست که خدا کنه که انتخابات شفاف شوه، به خاطر که تنها انتخابات شفاف است که اساس مشروعیت یک رژیم در یک دموکراسی مانده میتونه. یعنی دایر شدن انتخابات به ذات خود کافی نیست که مشروعیت یک رژیم تضمین کنه، بلکه انتخابات شفاف است که مشروعیت یک رژیم تضمین کنه. شما هم به عنوان یک سیاستگزار و هم به عنوان یکی از اعضای بلندپای حکومت، یک بنگرانی که در بین مردم وجود داره که شما هم به نوعی اشاره کردین، یک نگرانی اصلی همین است که گفته می شود شاید حکومت یا خود شخص رئیس جمهور با عنوان بخواهی در انتخابات آینده مهندسی بکنه نتایج انتخابات. این نگرانی شما چقدر مرجع می پندارین و چطور می شود ازش جلوگیری کرد؟ خب مداخلات از طرف حکومت، یعنی چی به سطح مرکزی باشه و چی به سطح محلی بوده باشه، در انتخابات گذشته شکایات موجود بود که مداخله شده. خب به صورت قطعی ثابت نشد که کی مداخله کرد و با کدام اندازه مداخله کرد و همین خودش به ذات خود یعنی قابل تشویش است. و مشکل ما این است که در ممالکی که دموکراسی در اوجه نو است، افغانستان تنها مملکتی نیست که اوجه مداخله
مداخلات غیر مشروع در قسمت انتخابات شده باشه. روز گذشته مثلا راجع به مالی راجع به رودیجیا زیمبابوه خبری بود که اونا دوج هم به سطح بسیار بلند تقلب صورت گرفته. در دیگر کشورها هم است و به اساس چون در افغانستان هم مشکلات محیطی است و هم مشکلات یعنی محیط منظور محیط سیاسی است و این تشویش ها موجود است و من خودم هم به تشویش هستم که خدا را خواسته مداخله از طرف حکومت چی به سطح مرکزی باشه و چی به سطح محلی باشه که اکثرا این مداخلات به سطح محلی صورت میگیره کی صورت نگیره. بله، احزاب سیاسی چه نقش را میتونن در زمینه تأمین شفافیت انتخابات و یا نظارت از روند اجرا بکنن؟ خب ما فکر میکنم هرقدر که نظارت احزاب قوی شوه، نظارت کاندیدا قوی شوه، به او اندازه زمینه برای تقلب کم میشه و امید ما ایست که این بار تعداد کاندیدا بسیار زیاد نباشه و لااقل چند کاندیدی که به میان میاین اونا اینمی ظرفیت داشته باشه، اینمی قدرت داشته باشه که به صورت قوی نظارت کنه و در هر وقتی که تخلف صورت میگیره به هر شکلی که باشه، چی به شکایت باشه چی به مخالفت فیزیکی باشه، که کسی را نگذارن که مخالفت کنه. و ما فکر میکنم تا جایی که نبابازی از کاندیدای احتمالی صحبت کردیم اونا به این عقیده است که این بار مقاومت میکنن و مقابل مداخله چی حکومت مرکزی باشه و چی حکومت محلی باشه به مقابلشان یعنی نمیگذارن که با آسانی اونا تقلب کنن. بله آقای هادی، شما از نحوه تعیین پس از که قانون انتخابات تصویب شد و رئیس جمهور رو توشیح کردن به چگونگی تقرار یا به کار گماشتن رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون شما موافق هستین یا از اون نگران بودین؟ خب دو نحو است که ما میتونیم اعضا و رئیس کمیسیون انتخاب کنیم. یکی است که ما میگه انسانای بسیار خوب پیدا کنیم، انسانای با انصاف و عادل پیدا کنیم که اونا از یک پروسه بسیار عمده نظارت کنن، با وجودی که ما به همه این شخصیت ها احترام قائل هستم و کدام اعتراض شخصی در قسمت ندارم، ولی تجربه ما نشان داده که در سالهای قبل با وجودی که انسانهای خوب هم آمدن نتانستن که از این عهده براین. به او اساس بود تقریبا 7-8 سال قبل وقتی که برای بار اول قانون انتخابات به کابینه آمد، ما وقت پیشنهاد کردم که باید در کمیسیون انتخابات از خود کاندیدا نماینده باشن که اونا بتانن از حقوق خود دفاع کنن. متاسفانه مشکل ما ایست که کاندیدا بسیار زیاد هستن و احزاب هم فوق العاده زیاد بودن و راستی وام عملی نیست که این حال ما در کمیسیون 40 نفر داشته باشیم. به این اساس گرچه ما بسیار مطمئن نیستم از این نحوه تعیین شدن مردم، با وجودی که احترام شخصی به هر کدامشان دارم و بعضشان دوستای قدیمی هستند، ولی ای که یک کسی میتونه به مقابل یک صاحب قدرت استاد شوه، من مطمئن و نیستم که تعداد کسایی که بتونه به مقابل صاحبان قدرت استاد شوه و قدر زیاد باشه. ولی راستی و بدیل دیگام امید ما ایست که در طویل مدت ما بتانیم فقط یک دو سه کاندیدی عمده به جامعه پیش کنیم و اونا حقی را داشته باشن که در کمیسیون انتخابات نماینده خود داشته باشن تا راستی از منفعت خود یا از موقف خود اونا دفاع کنن. بازم به صورت خلاص بگم که خب این سیستم انتخابات که لاقل به جامعه مدنی یک اندازه موقف داده شد، ما باید را تصحیح کنم که اصلا متاسفانه نماینده جامعه مدنی وجود نبود و در واقع کسایی که می اعزار برای رئیس جمهور معرفی کردن کلشان مردمای دولتی بودن و ما بسیار خوش نیستم از این، ولی به هر حال به صفت شخصیت ها ما برایشان احترام قائل هستم. فعلا ما می تعیینی که شده ایره قبول دارم، ولی ما فکر نمی کنم که یک چیز بسیار اطمینانی نیست برای. بله، همچنان در روند انتخاب مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی چی نظر دارین؟ این پروسه عملا آغاز شده، چقدر نگران هستین که این هم از طرف حکومت باز به گونه‌ای گروگان گرفته خواهد شد؟
خب عین استدلال که ما در قسمت اعضای کمیسیون انتخابات میکنم، عین استدلال ما در قسمت کمیسیون شکایت هم کردم. ولی به عنوان احزاب سیاسی به قهدی چرا خاموش هستن و یا شما چرا خاموش هستین؟ میتونین صدایتان را بلند بکنین، اعتراضتان را بلند بکنین و تا که کسانی که مسئول از قضایا هستند متوجه شوند. خب احزاب سیاسی یک موقف داشتن به ارتباط در پارلمان، موقف داشت، ولی متاسفانه که موقف اونها در پارلمان مغلوب شد، یعنی پارلمان به ضد اونها یک موقف گرفتن. ولی ما فکر میکنم که مشاهده شما درست است، باید ما زیادتر صدای خود بلند کنیم و راه حل پیشنهاد کنیم. متاسفانه راه حلی که یعنی احزاب نتونستن که یک راه حل دیگه را پیشنهاد کنن، فقط هم راه حلی هم که پیشنهاد شد و یک وریانت از این حالت فعلی بود. خود او صورت 14 نفر بر رئیس جمهور پیشنهاد میشد و باز اونا 9 نفر انتخاب میکردن، ولی مکانیزم عین مکانیزم بود. ما خودم به این عقیده نیستم که مکانیزم برای ما همطور مردمایی که ما شفافیت انتخابات تضمین کنه. بله، ولی در دیگر کشورها یعنی شخصیت های هستن که با مقابل نقام قدرت استادگی کرده میدانن. امید که در طویل مدت شوه، ولی در طویل مدت من زیادتر امیدواری هستم که ما راستی 3-4 حزب کلان در افغانستان داشته باشیم و هر حزبی که کاندید خود به انتخابات معرفی میکنه از موقف خود در کمیسیون انتخابات و در کمیسیون سم شکایت اونا نماینده داشته باشن که از اون فاکر. آقای هدی، یک مسئله که من با شما میخوایم مطرح بکنم، مردم از پیش میدانستن وقتی که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده میشن، در بین مردم سر صدا بود که میدونستن که کی رئیس خواهد شد و کی معاون خواهد شد. اگر تا این حد این مسئله افشا باشه و از پیش نتایج معلوم باشه، پس به این معنی حکومت کسانی را که میخواستن در دستگاه جابجا کنه جابجا کردن و اعتماد سر از این پروسه که واقعا یک پروسه شفاف بوده، عادلانه بوده و در اونجا از همه مهمتر مسئله ای بوده که کار با افراد که میدانن کاراگاه هستند داده شده، پس مطرح نیست، منتفی است اون مسئله. خب من باز صحبت خود تکرار میکنم، من از این نحوی انتخاب مطمئن نیستم. مطمئن نیستم، ولی به سر شخصیت ها من احترام دارم برشان و من لاقل شخصیت های بهترم در نظر ندارم که اونا بهتر بتانن. به استثناء ممکن به استثناء یک دو نفر که من گفتم میدانستم که اونا ممکن میدانستن که یعنی مقاومت کنن، ولی ضرورت این نیست که نامش درست. یک مسئله دیگه پختگی احزاب میم، ما هر روز خبرای میشنویم که احزاب تجمعه های کردن یا شورای وجود داره، شورای ائتلاف احزاب یا شوراهای متفاوتی، چقدر اینا جدی هستند در این که بتانن اول در انتخابات نامزدهای را معرفی بکنن که واقعا از لحاظ آزموده شدن از اینکه کاراییشان مطرح باشه و همچنان حسی که خدمت در برابر مردم باشه داشته باشن و هم به اینکه داره یک برنامه باشن. ما هنوز هم ما شاهد یک ارائه یک برنامه از طرف یک حزب که باز یک نامزد هم در پهلوی از او ارائه شده نیستیم، از این دیدتان چگونه است؟ خب متاسفانه احزاب ما نسبتا ضعیف هستن، به معنی که یک نه از لحاظ عضویت بسیار کلان هستند و نه از لحاظ حضور در پارلمان واقع کلان هستند و آنهایی که ادعا دارند که در پارلمان یک حضور قوی دارند متاسفانه که وجود باز دیسپلین هم نیست، اینطور نیست که اوامر احزاب قبول شود. خب به ارتباط شورای همکاری احزاب، اول دلیلی که شورای همکاری احزاب تشکیل شد این می بود که خواسته های سیستمی داشتن، یعنی که چطور میتونیم ما انتخابات شفاف داشته باشیم، چطور میتونیم که ما اهمیت احزاب زیادتر بسازیم، خود یک دموکراسی معاصر بدون احزاب یک دموکراسی مؤثر بوده نمیتونه. از او خاطر این 23 حزب با هم یکجا شدن و به اساس ما فرقی را نگذاشتیم که حزب کلان است و حزب خرد است و نمیفهمی سابقه داره سابقه نداره. کل ما امو حزبی که مثلا اگر 100,000 نفر داشتم اونمو در شفافیت منفعت خود میدید و حزبی که 1,000,000 هم دوام میکرد در شفافیت منفعت خود میدید. ولی بعدا این شورای همکاری احزاب که در اول فقط برای موضوعات سیستمی بود، بعدا به حیث اتحاد انتخاباتی
پیشنهاد شد در قسمت اتحاد انتخاباتی چون 23 حزب هستن یعنی مشکل است که آدم بگه که کلشان بر یک تیکت و به یک نفر موافقه کنه امید ما تا بالا است که ما به یک تیکت و به یک کاندید برای ریاست جمهوری موافقه کنیم به خاطر که اگر ما به این کامیاب شویم یا آنقدر قوی می باشه که کسایی که فکر تقلب هم داشته باشن انشاءالله اونا باز دو صورت کامیاب نمیشن هر قدر کاندیدای ما قوی باشه به او اندازه خطر تقلب هم کم شده میره و مردم زیادتر علاقمندی پیدا میکنن ولی این هم درک میکنیم که اجماع به صورت عموم بسیار مشکل است حتی اجماع در بین یک جمعیت 23 نفر 23 حزبی هم مشکل است ولی امید ما است که با هم با کل این مشکلات ما بتانیم که یک تیکت واحد داشته باشیم و ان شاء الله در هفته آینده تا در روز به ارتباط با بحث های بسیار قوی و خاط داشتیم و به نتیجه خاط رسیدیم آقای حدی پرسشی که میان مردم هست شورای همکاری احزاب که ایجاد شده آیا چیزی که اینا را به حساب منسجم میسازه یک جا ساخته و شما گفتین که حتی آله دارن به طرف یک اتحاد انتخاباتی هم حرفای زده میشه که چند روز پیش گلامی هم صادر کردن چه چیزی اینا را دور هم جمع کردن از نظر شما؟ احزاب متفاوت با طرز دیدها و تفکرهای متفاوتی در اونجا حضور دارن با اجنده ها برنامه های متفاوتی وجود دارن چی چیزی شده که اینا رو همه روی یک اجنده جمع کرد؟ خب بقیدیم یک انگیزه بسیار عمده ای است که ما قرار است که یک دموکراسی باشیم ولی احزاب نقش بسیار کمی داره و درک اینمی احزاب متوجه ساخته که باید متحد شوند و بر نقش بیشتر احزاب اصرار کنند دوم انگیزه کلان ایست که در انتخابات گذشته به سطح ملی و بین المللی و محلی این موضوع گفته می شد که تقلب صورت گرفته و اینا کوشش میکنن که تقلب کم شود و نقطه سیوم برخی دیما فعلا ما فکر میکنیم بیشتر از 40 حزب راجستر شده ما فکر میکنیم نه تنها که 40 حزب بسیار زیاد است 23 حزب هم زیاد است و امید ما است که در آخرین تحلیل یک 4-5 حزب در افغانستان تبارز کنه و امید است که از این ملاقات هایی که بودن یک حرکت با میان بیاید که احزاب با هم یک جا شوند و کتلای کلان بسازن ما فکر میکنیم که اکثر احزاب درک میکنن که به تنهایی نمیدانن مؤثر باشن و به اساس یک انگیزه برای می جمع شدن است و ما فکر میکنیم که یک انگیزه خوب است آقای حدی یک دیدگاهی در بین مردم وجود داره میگن که این شورای که همکاری احزاب که حال دارن به طرف اتحاد انتخاباتی هم پیش میرن میگن بیشتر انگیزش بودن در قدرت یا احراز قدرت است حتی گاه منیفستوهای خود را هم فراموش میکنن مثلا یک انتقادی که سر شما میشه که شما که در سال هاست که با حزب افغان ملت شما پیوند دارین و عضو هیئت رهبریش هم هستین با احزاب یک جا شدین که شما یعنی بیشتر در منیفستوهایتان طرفدار سیستمی هستین که قدرت مرکزی و حکومت مرکزی مقتدر میخواین رفتین با احزاب یک جا شدین که اونا برنامه هایشان حکومت فدرالی هست یعنی بدون از اینکه عمو منیفستوها در نظر گرفته شما فقط عمو شهوت احراز قدرت میگه بیشتر شما را به اوراق کشانیده خب این موضوعات اونجا بحث شد اختلاف نظرها به شدت بحث شد و ماده اوجم از عدم مرکزیت یا از سیستم فدرالیزم ما یعنی به مخالفت از او استدلال کردیم در اوجه و بالاخره ما به یک سلسله توافقات رسیدیم هدف عمده احزابی که به طرف عدم مرکزیت می‌رفتن اونا هدف عمدهشون ایست که ارگان های محل، مامورین محل یک اندازه مسئولیت داشته باشه با مقابل مردمی که اوجه هستن و دیگه ما با امراشان هم عقیده هستم فعلا یک والی از مرکز میره اونا کدام مسئولیت خاصی به مردم منطقه ندارن یک دو سال اوجه می باشن هر کاری که کرد خوب یا بد بعد از یک دو سال از اوجه برطرف میشه یک سال دیگه به خانه میشینه باز یک جای دیگه مقرر میشه ولی من طرفدار نیستم طرفدار فدرال هستم نه ما طرفدار فدرال نیستم خب
انتخابی شدن والی ها. یعنی ما طرفداری هستیم که والی ها یک مسئولیت به مقابل مردم خود وجود داشته باشه. چگونه؟ یعنی طرحی که برزی دارین چگونه ممکنه؟ خب ما این ماندیم که در آینده سرش بحث کنیم که چطور میدانیم ما ارگانای مامورین ارگانای محل به اون مردم محل ما اینا را یعنی مسئول بسازیم، چون در عین حال ما سیستم مرکزی میخواهیم، لاقل ما خودم سیستم مرکزی میخواهیم و به او اساس چطور بعضی از مشکلات ما چطور آشتی کنیم، این موضوعات است که البته در بعد سرش بحث میشه، ولی به پرنسیب این موضوع قبول شده که مامورین محل یعنی والی و ولسوال اینا مسئولیت داشته باشن به مقابل خواسته های مردم اون منطقه. این در پرنسیب قبول شده، نه تنهایی که اونا مسئول به تنها به شخص رئیس جمهور و یا به مرکز باشه، بلکه مسئولیتشان دوجه هم باید تا اندازه باشه. آخری مسئله دیگه است که شما که با حزب افغان ملت در سطح رهبریش هم کار کردین، یک سوالی که در ذهن مردم است اوی است که این حزب بیشتر ایده های مفکوره های نشتنستی داشته و حال وقتی در انتخابات مسائل مطرح میشه و در اینجا احزاب با احزاب یک جا شده، که احزاب منتقد از این نظام هستن، بیشترین از این احزاب خواستار از این هستن که حکومت مرکزی متمرکز باید وجود نداشته باشه، با گونه باید به شکل بریم به طرف فدرال رفته شد. حال با این اجندا حزب افغان ملت با اجندای اپوزیسیون داره توافق کرده یا اپوزیسیون با اجندای حزب افغان ملت؟ من فکر میکنم که ممکن یک کمی انعطاف از هر دو طرف نشان داده شده باشه. من براتون گفتم که ما به این عقیده هستیم که باید مامورین محل ما مسئولیت به مقابل ماموری خود داشته باشه و اینه، من از قبل هم نظر داشتم، یعنی چند تقریبا 16-17 سال قبل هم مقاله به ارتباط نشته کردیم و او از یاد کردیم که باید اونا یعنی مسئول باشن به مقابل مردمشان. به ارتباطی که ما یک حزب نشنالیستی بودیم، ما نشنالیزم افغانستان افغان نشنالیزم پیش کردیم و او ملی گرایی است. گذشته ها بیشتر از ملی گرا کتاب به قوم گرایش میشتن. خب این حال ایست که کدام لفظش استعمال میکنین، اگر لفظ فارسی و عربی و پشتوش استعمال میکنین، یعنی نشنالیزم یعنی ملی گراست و ما فکر میکنیم اکثرت مردم اینجا خود ملیگرا میگن و ملیگرایی ما به سطح افغانستان است، به سطح ملت افغان است، نه به سطح یک قوم است. با توجه به اینکه بیشتر در افغان ملت تنها کسانی دیده میشدن که از یک قوم یا از قوم پشتون بودن، به این دلیل بیشتر شما را پشتونگرا میشناسن. خود او صورت حتی از احزاب اسلامی هم امی واقعت وجود داره، اونا هم از امی دستن، حتی احزاب چپی هم امی خاصیت داشتن. متاسفانه که اهمیت سیاسی اقوام آنقدر قوی بوده که با وجودی که مفکوره ملی یک حزب می داشت، با آن هم ترکیب قومیش قوی تر می بود. ولی آقای هدی، شما ایران می دانید که قانون اساسی افغانستان ایجاد یک حزب بر مبنای قوم یعنی درست نمی دانه، او را منع می کنه، غیر قانونی بود. نیست. و به اساس در تیوری در قانون هیچ کدام از این حزب بر اساس قوم بنا نشده. هیچ شما در نه تنها در عوام ملت بلکه در دیگر احزاب شما نمیبینید که بگه این حزب فقط برای هزاره است، یا این حزب فقط برای پشتون است، یا این حزب فقط برای تاجک است، یا برای شیعه است، یا برای سنی است. به او قسم نیست. ولی گرایش در درون حزب میگین که وجود داشته، یعنی از لحاظ ترکیب، از لحاظ عضویت این موضوع است. کل احزاب افغانستان ترکیبای قومی دارن و از یک قوم نمایندگی زیادتر داشتن نسبت به دیگر و این مربوط به این بوده که هر کسی که رئیس بوده از کدام قوم بوده، از کدام منطقه بوده، متاسفانه در موجه اهمیت زیاد داشته. ولی از لحاظ فکری ما یک مفکوره ملی داریم که اون مفکوره یعنی یک جامعه ملی از اقوام مختلف ساخته شوه، تبعیض نباشه، مساوات قانونی در بین باشه. البته در قسمت ساختار جامعه ملی مسئله هویت هم مهم است و ما به قسمت صراحت لهجه داشتیم. بله. بله، آخرین پرسش ما آقای هدی که شما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم نامتان به عنوان یکی از نامزدان میرفت، ولی بگونی اگر کلمه درست باشه کاربردش مرموزی، شما از صحنه کنار رفتین و باز از رئیس جمهور کرزی حمایت کردین. ای بار چه شده که بیشتر نزدیکیتان با اپوزیسیون هست؟ خب هر کس یک حساب میکنن،
وقتی که در مرحله انتخاباتی آدم داخل شود او صورت باز یک حساب میکنه و بعد از او برش معلوم میشه که آیا می در دمی رقابت بالاخره کامیاب شده میتونه نمیتونه. ما با وجودی که بسیار زیاد به این عقیده هستم که کاندیدا باید از پروگرام های خاصی دفاع کنه، ولی در این حال به معقولیت هم عقیده دارم وقتی که چانس برد کم باشه، بسیار کم باشه، باز در صورت من طرفداری نیستم. خب دفعه گذشته هم در هر اتحاد سیاسی 100% متحدین سیاسی هم فکر نمی باشند، ولی تا یک سرحد فکر میکنن که با کی چقدر نزدیکتر است و به او اساس حرکت میکنن. از کارتون در نظام با آقای کرزی راضی هستین؟ فکر میکنین بله من از کار خود راضی هستم، از رئیس صاحبم بسیار تشکر میکنم که برای من موقع خوب دادن. ولی بازی همه انتقادی که با آدرس نظام هست که فاسد هست، نمیدونم فساد از پایین تا بالا داری بیداد میکنه، بود اینا خود چه شریک میکنه؟ خب فساد تنها از نظام نیست، فساد زیادتر شخصی است که از شخصیت هست و ما طرفدار ما مخالف نظام نیستم. ما این نظام دموکراتیکی که فعلا هست، تفکیک قواس، حقوق بشر است، حقوق زن است و غیره، این قوانینی که ما داریم ما تعهد هم هست. بله؟ تعهدی که نظام متحد باشه به همه ازی یا طرفان در حد شعار است از دیدشون؟ خب اقل ما متحد هستم به این و ما طرفداری هستم، ولی مشکل ما زیادتر یعنی مشکل این نظام از لحاظ ساختار نظام نیست، بلکه در قسمت تعمیل است. مثلا ما فکر میکنیم که رابطه قوه اجرایه با قوه مقننه خوب پیش نمیره، ما با طرف یک آنارشی پیش میریم، در حالی که در هر نظام دموکرات ما قوه مقننه داریم و قوه اجرایه هم داریم. این که چرا خوب پیش نمیره، این در قسمت مدیریت است، نه در قسمت این که باید قوه مقننه نباشه و یا قوه اجرایه نباشه. عین چیز در قسمت جواب گفتن به خواسته های اقوام مختلف، یعنی ما طرفداری هستم که به اقوام مختلف خواستهایشان جواب گفته شود، ولی خواستهای مشروع و غیر مشروع باید معلوم باشه و یک توازن بین شایسته سالاری و در عین حال بین مشارکت هم موجود باشه. این سیستمی که ما داریم یک سیستم بسیار پیچیده است. مردم متر فکر میکنه که می سیستم دموکرات یک چیز بسیار آسان است. اداره کردن سیستم دموکرات یک چیز آسانی نیست، و من فکر میکنم که یک مدیریت بسیار قوی میخواد و با یک مدیریت قوی ما این سیستم دموکراتی که 11 سال پیش در افغانستان به میان آمد ما امیر میتونیم که موفق بسازیم، هم در قسمت مبارزه با فساد، هم در قسمت آوردن امنیت و هم در قسمت پیشبرد اقتصادی و هماهنگی بین قوهای مختلف دولت. بله آقای هدی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. دوستان یک گزارش کوتاه داریم که همکارم کریم امینی آماده کرده که پس از او گزارش در بخش دوم برنامه مهمانان نما آقایان ضیا رفعت استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیسیون شکایت های انتخاباتی و همچنان جعفر مهدوی استاد دانشگاه و عضو مجلس نمایندگان با ما خواهد بودن. از شما خواهشمند هستم که در این بخش هم ما را همراهی کنید. انتخابات رکن بنیادین نظام های مردم سالار پنداشته می شود، زیرا در این روند مردم خود برای سرنوشتشان و انتخاب رهبرشان تصمیم می گیرند. کشورمان افغانستان تا یک دهه پیش گواه چندین کودتا، دست به دست شدن قدرت و حتی اعدام رهبرانش بوده است و نظام ها همواره توسط کودتاهای نظامی و یا هم با بکارگیری از شیوه های خشونت آمیز نابود شدند. اما سرانجام با پادرمیانی جامعه جهانی افغانستان برای نخستین بار در سال 1383 گواه انتخابات ریاست جمهوری بود که حامد کرزی با به دست آوردن بیش از 4,400,000 رای رئیس جمهور منتخب شد. پس از آن افغانستان پرچالش، اما سه انتخابات دیگر را به آزمون گرفت. دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات ریاست جمهوری. حالا افغانستان می رود تا انتخابات دیگری را به آزمون بگیرد. سومین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات در افغانستان، و انتخاباتی که در تاریخ کشور سابقه نداشته است، زیرا برای نخستین بار است که قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر واگذار می شود.
و در تجربه افغانستان پس از سال 2001 این نخستین انتخابات است که بر اساس قانون برگزار می شود نه بر بنیاد فرمان تقنینی. امنیت بزرگترین چالش فراراه انتخابات 93 گفته شده است. بر اساس تقویمی تعیین شده سومین انتخابات ریاست جمهوری کشور و پنجمین انتخابات در افغانستان در 16 حمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا آینده کشور را در نبود جامعه جهانی رقم خواهد زد. باز هم خوش آمدین. آقای ضیارفت، میخوام از شما بپرسم که در انتخابات گذشته نگرانی های زیادی وجود داشت. این تا حد زیادی هم از لحاظ روانی هم بر افکار مردم تاثیر بدی گذاشت. برخی از مردم باور بودن که خب کسانی که ارباب قدرت هستن اونا مهندسی میکنن انتخابات را. شما هم آمدین برخی از واقعیت ها را به مردم گفتین با عضویتی که شما در کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتین. حال که آغاز کار است، چه کارهایی میشه انجام بگیره تا اعتماد مردم به روند بیشتر شود؟ به نام خدا چند تا پیشرفت داریم که ما را امیدوار میکنه برای انتخابات بهتر نسبت به گذشته. این که کمیسیون مستقل انتخابات تجربه بیشتری اندوخته نسبت به گذشته که امکان برایشان میسر است. هدف رهبریشان است یا صفوف است؟ چرا رهبریش که تازه هستن و بیشتر هم انتقادی وجود داره که اینا تجربه‌ای ندارن؟ همه انتخابات در وجود کمیشنران یا رهبری خلاصه نمیشه، به این معنا که برای برگزاری انتخابات کم از کم صدها چهره کلیدی دیگری تلاش میکنند در سطح مرکز و ولایت ها که انتخابات خوب اجرایی بشه، عملی بشه. بگذنی از این که در کار انتخابات هزاران تن دستن در کار میباشن، ما میگوییم که خود کمیسیون انتخابات به عنوان یک سازمان تجربه های بیشتر اندوخته و حالا متوجه این هست قطعا که خالیگاه های خود چگونه پر کنه. مسئله دیگر این است که تجربه که نامزدان انتخابات اندوختن حزبای سیاسی، آن این که چگونه بتانند نقش نظارتی خود تقویت بکنند. چیزی که ضعیف بود در انتخابات های گذشته این که نامزدان در همه حوزه های رای دهی نماینده نداشتند. یکی از فرصت هایی که وجود داره این است که البته یک حزب سیاسی یا چند تا نامزد نمیتونند که نامزد شورای ولایتی همه حوزه ها را نظارت کنند، اما اگر یک شورای ویژه از نامزدان برجسته که دارای امکانهای مالی قوی هم هستند ایجاد بشه، اینها بتانند حوزه های انتخاباتی را در سطح مرکز و ولایت ها بین خود تقسیم بکنند، بعد هر نامزد بر عهده بگیرد که در کدام حوزه ها میتونه که ناظر داشته باشه. این میتونه کمک کنه. کمک دیگری که میشه بکنه که در گذشته نبود حالا باید باشه اویست که وقتی شمارش رای صورت میگیره در محل بلافاصله پس از انجام انتخابات در سه ورق نتیجه ثبت بشه، یا بهتر است بگوییم در سه کپی. یکی از این کپی ها به نامزدی داده میشه که بیشترین رای در همان محل گرفته باشه و دو کپی دیگه نزد کمیسیون انتخابات است که یکی به دفتر ولایتیشان میمانه، یکی هم به دفتر مرکزی. ما میگوییم بهتر این است که یکی از این کپی ها در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی گذاشته بشه تا کمیسیون شکایات یک منبع در اختیار داشته باشه که اگر کسی اعتراض میکنه که رای در محل شمارش به گونه ای بوده است، وقتی اعلام شده به گونه دیگر اعلام شده، خب جایی که کمیسیون شکایات تمسک بجوه بر یک منبع کدام است، چیزی که برای کمک بینید که همین است. برحال قانون انتخابات هم حالا بهتر شده که خب امکان برگزاری بیتر مردم وجود داره. خیر افت که
با وصف آنچه شما برشمردین که یقینا مراد کردنی ازی و یا هم فرا گرفتن تجربه هایی که از انتخابات گذشته بود کاربردش اهمیت داره در برگزاری انتخابات بهتر. اما یک مسئله پیش مردم مطرحی است که آیا حکومت یا کسانی که در انتخابات هستند اینا اراده برگزاری یک انتخابات شفاف را در برابر مردم و ملت دارن یا نه؟ خب اگر اراده هم حکومت داشته باشه یا نداشته باشه دیگر برگزاری انتخابات از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخابات اگر به گونه‌ای شود که حکومت بتونه در گماشتن رهبری کمیسیون ها بیشتر خودش با دست باز عمل کنه و آنچه که امروز با آدرس کمیسیون ها از آدرس احزاب سیاسی گفته میشه انتقاد هایی که وجود داره که اینا بیشتر حکومتی هستند و وفاداریشان بیشتر با شخص رئیس جمهور یا با تیم حاضر هست، در این صورت چقدر فکر میکنین که بتونه باز انتخابات اعتماد مردم را جلب بکنه؟ خب این بیم وجود داره که خب حالا نهادهای انتخاباتی به وظیفه خود خوب عمل نکنه، ولی بسیار دشوار است که ما پیش‌داوری کنیم که اینها به وظیفه خود خوب عمل نخواهند کرد. پیش از وقت است، شاید بسیار خوب عمل کنند، شاید کمیسیون انتخابات بهتر از گذشته کار کنه، شاید کمیسیون شکایاتی که تازه بر روی کار میاد بهتر از کاری که ما کردیم انجام بده، شاید صادقانه تر از ما عمل بکنه. در این نمیشه که زیاد شک و تردید به خرج بده. پیش نباید داریش داوری خود یک پیش‌داوری میشه. ولی حالا فرض را بر این بگذاریم که اینها شاید دوست ندارم خوب کار کنن، از همین جاست که میگیم خب حزبای سیاسی وارد عمل بشن دیگه. حزبای سیاسی با نقش خود برجسته بکنن که اگر... تشکر آقای رفعت. آقای مهدوی از شما میخوایم بپرسم که برای مردم دو مسئله خیلی اهمیت داره. یک مسئله ای که با تغییر نظام یا با برگزاری انتخابات چه تغییری خواهد آمد و او تغییر هم که مستقیما سر زندگیشون اثر داشته باشه، در قسمت ارائه خدمات گرفته تا بهتر شدن نحوه زندگیشون، آنچه که تا به حال دیده شده، دید شما در مورد در باره کسانی که گمانزنی ها وجود داره که اینا نامزد میشن و اینا شرکت خواهد کردن، مسئله برنامه محوری از اینا تا چقدر اهمیت داره و تا چه حد شما از اینا مطمئن هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و نوروز بیس. یقینا یک دموکراسی یا جامعه که از یک ساختار سنتی و یک فضای دموکراتیک در حال حرکت است، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که تمام عناصر و ارزش‌های دموکراتیک مشابه کشورهایی که دهها تجربه دموکراتیزاسیون را داشته همه از اونها را همزمان در ظرف یک دهه یا کمتر یا بیشتر فوری به دست بیاره. طبعا ما در حال حرکت یا در دوران گذار از دموکراسی حداقل به دموکراسی حداکثری هستیم. در دموکراسی حداقل ما شاهد ظهور نهادها هستیم. پارلمان شکل میگیره، تفکیک قوا است، تا حدودی ما میتونیم حضور رسانه ها و نهادهای مدنی را شاهد باشیم. اما برای رسیدن به یک دموکراسی حداکثری که در او ارزش ها و هنجارهای دموکراتیک تبدیل به یک فرهنگ شده باشه و در رفتار تمامی شهروندان نهادینه شده باشه، حقوق شهروندی در اونجا نهادینه شده باشه، ما مستلزمی ای است که یک سلسله رفتارهای دموکراتیک باید آرام آرام در اونجا تبدیل به فرهنگ شود که یکی از اونها انتخابات است. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یک گام و قدم مؤثر و بسیار تعیین کننده برای تثبیت ارزش‌های دموکراتیک و گذار مسالمت آمیز از دموکراسی حداقلی با همه کش و قوس‌ها و جنجال‌ها و انتقاداتی که داشته به سمت عبور و رسیدن به دموکراسی حداکثری هستیم که نهایتاً مردم افغانستان و شهروندان افغان به این نتیجه برسن که اگر در رقابت انتخاباتی قاعده را به حریف باختن باید او را بپذیرن و اولین شخصی باشن که به حریف خود تبریک بگوین. اما این هم مستلزمی است که باید یک اعتماد ملی و فرآیند اعتماد ملی هم همزمان شکل بگیره. این در جامعه امکان پذیر هست که همگی نسبت به شفافیت و سلامت روندهای دموکراتیک مخصوصا انتخابات اعتماد داشته باشند و باور داشته باشند. این به ارتباط که نفس برگزاری انتخابات بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز حالا مردم افغانستان است. بحث بعدی که برنامه محوری بله برگزاری برنامه محوری یکی از موضوعاتی که بسیار مهم و تعیین کننده است این است که مردم افغانستان یا در مجموع نخبگان سیاسی در حال تمرین
روندهای دموکراتیک است. در بقیه کشورها کاندیدان ماها و حتی مدتها و شاید سالهای قبلتر خود آماده میکنند با تشکیل تیمهای در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که تیمها نیروهای متخصص و فعالی هستند که در او حوزه صاحب تئوری هستند و صاحب دیدگاه و برنامه هستند. اونها برنامه های کاندید را مشخص میکنه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مردم هم به برنامه هاست که رای میتن و نه به گرایشات دیگر. اما خب این به صورت یک مدار به حال سلسله مراتبی متفاوت است. یعنی شما از جامعه به شدت سنتی به جامعه بسیار مدرن که پیش برید میبینید که حساسیت ها و سمت اهمیت برنامه ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. اما در افغانستان متاسفانه نه در انتخابات پارلمانی و نه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و حتی در انتخابات ریاست جمهوری که پیشروی داریم ما چندان این گرایش را نمیبینم که نه کاندیدان تا حال ما احساس کردیم که برنامه های خود بیشتر تشریح کنه و حساسیتشون سری برنامه ها باشه و تیم هایی را تشکیل داده باشه که برنامه های منظم و مدونی رو در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راه بکنه و نه مردم این حساسیت دارن. بله آقای مهدوی، بانون استاد دانشگاه میخوایم از شما جواب بپرسیم که درک شما از احزاب سیاسی چگونه هست؟ احزابی که ما داریم آیا در خود از اینا احترام به باورهای یا مفاهیم مثل شهروند، دموکراسی، حق انتخاب یا حق رای همین بینشان وجود داره و تا چه پیمانیه در خود از این احزاب ما میتونیم بگیم که دموکراسی را اینا تجربه کردن یا رهبران از این احزاب به گونه انتخابی آمدن تا این فرهنگ از درون هم در مورد در بین احزاب نهادی نشده باشه و هم اعتماد مردم بر این احزاب بیشتر شده باشه؟ سوال بسیار خوبی کردید. ببینید ما اگر نگاه ما نگاه جامعه شناختی سیاسی باشه به مقوله تحزب در افغانستان ما میبینیم که متاسفانه احزاب سیاسی حول محور حساسیت ها و هویت های قومی و نهایتاً اجتماعی و منطقی بیشتر شکل گرفته و اینکه احزاب بیاید به اساس ضرورت های یک ساختار ملی و یک هویت ملی شکل گرفته باشه متاسفانه تا کنون نبوده. هرچند در گذشته های دور در دهه دموکراسی در دوران حاکمیت مارکسیستا ما شاهد ظهور احزابی بودیم که توانست تا حدودی گام های فراتر از قومیت و منطقه فراتر بگذاره و حول محور یک سلسله ایدئولوژی های یا نشنالیسم بودن و یا یکی ایدئولوژی های چپی بود شکل گرفت، ولی پس از اون متاسفانه ساختارهای اجتماعی به شدت در افغانستان متحول شد. در طول 3-4 دهه گذشته با تغییر نظام های سیاسی افغانستان تبدیل شد به آزمایشگاه نظام های سیاسی و تئوری های ایدئولوژیک در کشور و متاسفانه احزاب هم بیشتر حول محور حساسیت های قومی شکل گرفت. اما ما ناگزیر هستیم اگر میخواییم در افغانستان سیاست کنیم باید همین واقعیت های اجتماعی رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم تا چندین دهه فکر نمیکنم فضای سیاسی اجتماعی افغانستان مساعد باشه برای ظهور احزابی در مقیاس ملی و این فقط زبان امکان پذیر است که سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کنه و ما شاهد چرخش نسلی باشیم در افغانستان، نسلی که دغدغه های اونها از حوزه قومیت ها و تنظیم ها فراتر بره و دغدغه های ملی رو بیشتر در نظر بگیره. او زمان است که ما میتونیم بگیم بسترهای اجتماعی برای ظهور احزاب ملی فراهم است. اما نکته آخری که شما اشاره کردید که خودی از احزاب چطور دموکراتیک بوده، من نکته خوب اشاره کردین. امروز احزاب در افغانستان حول محور یک شخص جمع شده و در واقع یک شخص ایکس یا وای یا زد برابر است با نام حزب. اگر او در افغانستان باشه حزب در افغانستان است، اگر او در دفتر خود باشه حزب در دفتر است، اگر خانه خود بره دیگه حزب وجود نداره و حزب در خانه از او میره. بنابراین متاسفانه نه این رهبران سیاسی توان فکری و توان سیاسی ایجاد ساختارهای تشکیلاتی را داشته باشه که احزاب در واقع حول محور اشخاص جمع نباشه، شخص محور نباشه، قایم به اشخاص نباشه، بلکه قایم به ساختارهایی باشه که اون ساختارها بر بنیاد ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی و فرهنگی سیاسی جامعه شکل گرفته باشه. تشکر. آقای رفعت، از شما می‌خوام بپرسم که با توجه به همه مشکلاتی که وجود داره، خواسته های مردم یک انتقاد امیره دارن که
وقتی در هنگام حال حول مبارزات انتخاباتی نامزدها می رفتن و برخی برنامه ها را توضیح می دادن وعده هایی می کردن، اما وقتی که سرنوشت انتخابات تعیین شد دیگه نه تعهد وجود داشت و نه هم نه چهره ها دیگه در بین مردم دیده نشدن. ما شاهد برگزاری محافلی یا هم جایی که برن امین نامزدان با حتی پس از شکست برن باز دوباره برای اون مردمی که بر اون رای دادن از اون اکسپاس بکنن کمتر بودیم. حال مردم میگن که اینانه که نامدن از ما نپرسیدن، حال دوباره وقتی زمان انتخابات فرا رسیده دوباره از ما رای میخوان، رای هم به خاطری که در زندگی ما تغییری ناوردن. چطور میشه امین نومیدی را در بین مردم از بین برد و رای را به عنوان یک مسئولیت در بین شهروندان که یک دین دارن در برابر ملت و در برابر مردم و در برابر کشور حتی در برابر خودشان که برن باید با پای صندوق خیریه‌ای و رای خود را ثبت بکنن؟ یک مقدار که معمول هست که همیشه کسانی که در انتخابات چی در افغانستان چی در کشورهای توسعه یافته از لحاظ دموکراسی که شعارهای نامزدها چیزی هست، وقتی پیروز میشن همیشه تمام این شعارها عملی نمیشه. اما یک بخش دیگر برمیگرده باز به کشور مثل افغانستان که از یک سو نامزدان خیلی برنامه محور نیستن و از طرف دیگر مردم هم خیلی برنامه گرا نیستن، یعنی به جای این که به برنامه های نامزدان نگاه کنن به چهره های نامزدان نگاه میکنن. این هم یک مشکل دیگری است که در کشوری که سطح آگاهی سیاسی پایین باشه این چیز پیش میاد. ولی خب مردم تجربه هم مختن از انتخابات های پیشین، شاید یک مقدار این بار بعضی از نامزدان برجسته برنامه های را ارائه بکنن و یک مقدار هم به دلیل اینکه سطح آگاهی های مردم یک مقدار بالاتر رفته به این برنامه ها توجه کنن. البته رسانه ها بیشتر میتونن در این زمینه نقش بازی کنن. ولی چیز دیگری که باید برای مردم امیدواری داده شه این است که تصور نکنند که نقش تعیین کننده را در انتخابات یا حکومت داره حتمی یا یک کشور خارجی داره. این گونه نیست، قطعا نیست. تجربه که ما از انتخابات داریم نقش اصلی را مردم داره. در انتخابات شورای ولایتی و پارلمانی امکان تقلب یک مقدار بیشتر هست. امکان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تقلب بسیار دشوار است. چطور؟ در انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی پیش می آید که تفاوت بین بعضی از نامزدان برنده و بازنده 20 تا 50 صد رای باشه. حالا شاید اینقدر رای بشه دستکاری شه، شاید. ولی در انتخابات ریاست جمهوری فاصله بین نامزد برنده و بازنده بس 100 رای و 1000 رای و 10000 رای و حتی 100 و 200 هزار رای هم نخواهد بود. تجربه انتخابات افغانستان تجربه پیشتر نشان داده که فکر نمی‌کنین که نامزدا چنان پهلوی هم پیش برند شانه به شانه که تفاوت چند تا رای باشه، چون این چیزی پیش نمیاد. اگر کسانی هم خواسته باشن تقلب کنن توانایی این را شاید داشته باشن که چند هزار رای تقلبی به کار ببرن، ولی توانایی این که چند خب 1 میلیون رای تقلبی را چیز کنن، چون تفاوت بین برنده و بازنده شاید 1 میلیون 2 میلیون شاید بیشتر از 2 میلیون باشه، خب اینقدر تقلب ممکن نیست که کس انجام بده. از این لحاظ است که ما به مردم میگوییم که نقش شما مهم است. هر قدر مردم در انتخابات بیشتر شرکت کنن امکان تقلب کمتر میشه. چطور؟ وقتی رای بیشتر باشه فاصله رای های هم بیشتر است. بله، یعنی مهندسی کردنش باز مشکل میشه. ما در اینجا میخواییم یک نظر از آقای مهدوی هم داشته باشم. از دید جامعه شناسی چی چیزی میتونه اذهان مردم را باورمند بسازه با وجود از اینکه یک بار خدایی در کار بوده یا یک بار تجربه بدی داشتن که دوباره اعتماد را چگونه میشه اعتماد را در بین مردم دوباره زنده کرد؟ ما باید برگردیم در بین اجتماع، ما باید برگردیم در بین اخشار و گروه ها و مجموعه های سیاسی، نهادهای مدنی، دیدگاه های رسانه ها و اخشار مختلف مردم بررسی کنیم ببینیم دغدغه مردم کجاست. به عبارت یک ما ضرورت به یک سروی نمونوی یا یک مطالعه مورد یا کیس استادی داریم که باید مردم برگردیم ببینیم دغدغه مردم چیست. اگر امروز
کاندیدان ما متاسفانه سر برنامه های خودشان تاکید نمی کنند دلیلش است که اونها می دانند که مردم از اونها کمتر برنامه پرسان می کنند. مردم بیشتر با یک ذهنیت قالبی و از پیش تعیین شده با کاندیدا برخورد می کنند. یک کاندید از کدام قوم است، از کدام جناح سیاسی است، با یایی که کدام جناح سیاسی کنها به او گرایش داره، با کدام کاندید نزدیکتر هست. کمتر برنامه به همین دلیل است که کاندیدار ما می بینیم که متاسفانه به سمت ارائه برنامه ها مراجعه نمی کنه. در این ارتباط هم ما ببینیم حکومت افغانستان یا حالا چون کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون مستقل است باید برگرده ببینه دغدغه های مردم کجا بوده. ما 12 سال چندین انتخابات پشت سر گذاشتیم، دو انتخابات پارلمانی و دو انتخابات ریاست جمهوری. من فکر می کنم مردم افغانستان تا حدودی دغدغه های مشترک دارن، بحث امنیت، بحث شفافیت انتخابات، بحثی که موضوعات تکنیکی و فنی که وجود داره که کارتای رای دهی باید برابر توزیع شه و به همه ساحات متاسفانه گاهن دیدن میشه که در یک ساحه کسی مراجعه نمی کنه. در یک ساحه ما در انتخابات پارلمانی گذشته دیدیم که ساعت 10 بجه روز کارت صندوقای رای دهی پر شد و ورقای رای دهی ختم شد و متاسفانه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ورقای رای دهی نیامد. دغدغه‌های مردم چی شد؟ من فکر میکنم که اولویت بندی شود. تا حدود ما مطمئن هستیم که در گزینه های 3-4-5 گزینه دغدغه مشترک تمام مردم افغانستان است. امنیت هست، شفافیت هست، نظارت هست و ای که در مناطق که صعب العبور هست متاسفانه در انتخابات پیشروی در 16 حمل انتخابات برگزار میشه 13 ولایت افغانستان مکمل در او زمان پوشیده از برف هست. مراجعه مردم از یک قریه دوردست به مرکز ولسوالی برای دادن رای مشکلات جدی داره. این بحث در پارلمان هم صورت گرفته است، طریق رسانه هم صورت گرفته. هنوز ما مکانیزم مشخص است که کمیسیون مستقل انتخابات که به ارتباط پاسخگو باشه ندیدیم. من فکر میکنم به دغدغه های مردم توجه شوه و تلاش شوه که رفع شوه. آخر رفعت همینجا میخوایم بپرسم که در همه دنیا میرن اولویت بندی میکنن که پیشتر مثل که آقای مهدوی گفتن که خواسته و دغدغه های مردم چی هست. یک مسئله که بیشتر در افغانستان مطرح است که احزاب سیاسی با سروی هایی که برن بفهمن در روستاهای دوردست نگرانی مردم چی است، بیشتر تمرکز در شهرها. خب جمعیت بیشتر از مردم در شهرها است، این قابل پذیرش است که میزان مشارکت هم در اینجا بالاست. اما یک وقتی کسی یک برنامه ملی ارائه میکنه میخواد رئیس جمهور کشور باشه و کشور اون روستاها هم شامل است. چرا ما این مسئله را نداریم و چقدر اهمیت خواهد داشت در پیروزی احزاب یا نامزدانی که بتانن برن به روستاها با مردم برسنن و درک بکنن که چه مشکلاتی را داشتن و چه برنامه هایی که پاسخگوی نیازهایشان باشه داشته باشن؟ چقدر تعیین کننده خواهد بود در انتخابات؟ بدون شک نظرسنجی یک از شیوه کار است. خب نظرسنجی خودش یک شیوه علمی است. خب شیوه علمی خودش دانش لازم به کار دارد، چیزی که خب حزبای سیاسی ما از لحاظ معیارهای علمی نه تنها در این عرصه نظرسنجی که در عرصه‌های دیگری هم به شدت ضعف از خود نشان میدن. حزبای سیاسی در دیگر کشورها خب مشاوران دارن که روانشناس هستن، مشاورانی که جامعه شناس هستن، از نهادهای اکادمیک استمداد میجویند برای این چیزایی که خب حزبای سیاسی ما ندارن به دلیل ضعف سوالی که در رهبری حزبای سیاسی وجود داره. بنابراین سالهای زیادی به کار است که تا حزبای سیاسی افغانستان معیاری بشه. ولی مختلی از این چیزها و کاربردش اونقدر پیچیده نیست غیر فقط شما، چرا که عملا نمونه مثالهای وجود دارن. خب برای کسی که علمی میاندیشه خیلی پیچیده نیست، ولی برای رهبری حزب که یک مقدار با علم فاصله داره به معنای دقیق کلمه اکثر اینا با آنها بسیار دشوار هست. اونو عادت نکردن به سنجش افکار عمومی، اونا همیشه تصور میکنن که فکر برتر یعنی فکر خودشان. ببینید در درون یک حزب سیاسی دموکراسی وجود نداره، رهبری دیکتاتوری است بر اساس انتخاب. وقتی حزب سیاسی که بهای برای عضوای حزب خود قائل نباشه، با مردم چقدر بها قائل است؟ این مشکلی است که به هر حال وجود داره. اما برای اینکه مردم بیشتر تشویق شن برای انتخابات اینا دو تا فرصت و زمینه هم هست، دو تا. یکی که رسانه ها باید به جای پیش داوری به داوری ها بپردازند. یک مشکلی هست که وجود داره. من یک نمونه رو عرض کنم برای شما. یادتان هست که در یک مصاحبه با من در زمانی که خود شما داشتین
موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی بودن در انتخابات پارلمانی. شما گفتین که خب تو را خب حکومت معرفی کرده. میشه باور کنیم که تو برای حکومت کار نکنی؟ شما وقتی پرسش مطرح کردین که من در عمل خلاصلا بودم. چون من هیچ دلیل قانع کننده نداشتم که اگر من رئیس جمهور معرفی کرده من خب مستقل عمل بکنم. نه به خاطر از اینکه از موقف خود دفاع کرده باشم، تنها به خاطر از اینکه رسانه چون بر بنیاد قانون پاسخگو در برابر مردم است، هر آنچه دغدغه‌ای که در دل مردم میگذره مجبور و معذف است و بر بنیاد قانون وظیفه‌ش است که امور مطرح بکنه. ما بر اساس امو وجدان امو سوال را یا امو پرسش در برابر شما قرار دادیم و شما هم یک فرصتی داشتین که پاسخ دادین. نه بس ما اونجا نیست. بله. شما خوب کردید که مطرح کردید. منظورم جای دیگر بود. یعنی همچی یک دغدغه در روز زمان هم وجود داشت. وجود داشت. شما باید پرسش مطرح میکرده و من پاسخی نمیتونستم داشته باشم به معنا چون چیزی برگزار نشده بود. مردم هم همیشه زنین بودن بر نهادها اینا. ولی خب دیدین که آنگونه نشد. بیشتر این مشکل من با رئیس جمهور و با حکومت اینها بود که پیش آمد. یعنی چون چیزی میخوایم بگم که امکانش هست. میگن مرگزیده و ریسمانه درست به این بحث میپردازیم. ما میخواییم از نظر آقای مهدوی را بگیریم که چیزهای زیاده در افغانستان گفته میشن. از طرف حکومت یک صدا هست که مداخلات خارجی در درون احزاب سیاسی یک نگرانی است، مهندسی که تیم حاکم یا رئیس جمهور میخواهد انجام بده در انتخابات. یعنی پیام هایی است که بسیار زیاد مردم افکار مردم را زیر اثر تقریبا مخشوش شده اند. به گونه مشخص و کوتاه اگر بفرمایید که در کوتاه‌ترین فرصت چه باید کرد تا یک مقدار اعتماد را در بین مردم بیشتر ساخت؟ ما تمام مکانیزم هایی که میتونه شفافیت را در انتخابات و نظارت مردم را تضمین بکنه باید استفاده بکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی و اما میخوایم به یک نکته مهم اشاره بکنم که برگزاری انتخابات وظیفه تنها کمیسیون انتخابات یا کمیسیون شکایت انتخاباتی نیست. برگزاری انتخابات مخصوصا ریاست جمهوری پیشرو که از حساسیت و فوق‌العاده برخوردار است یک حرکت کلان ملی و تعیین کننده است و در این موضوع باید تمام مردم افغانستان سهم بگیره. این کار تنها حکومت نیست، کار تنها کمیسیون نیست. حکومت افغانستان، نهادهای امنیتی، رسانه ها، احزاب سیاسی، مردم، نهادهای مدنی، تمام این نیروها باید بسیج شوند تا ما بتانیم یک انتخابات شفاف سالم که بتانه اعتماد را یک بار دیگر در سطح ملی در بین مردم افغانستان احیا بکنه. ضرورت داریم و ما فکر میکنم که تا حدودی که تماس داریم با تمامی نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، همگی نسبت به انتخابات پیشرو حساسیت فوق‌العاده دارن و ما فکر میکنم برخلاف نگرانی های وجود داره ما انتخابات ریاست جمهوری پیشرو یک انتخابات به مراتب سالمتر از انتخابات های گذشته پیش بینی میکنم. تشکر آقای مهدوی. آقای رفعت کوتاه اگر برای ما بگوین که با توجه که از کارکردهای کمیسیون ها شما داشتین و عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی بودین در انتخابات گذشته، چقدر شما باور دارین که حال با قانونی که برای تشکیل کمیسیون داریم انتخابات شفاف تری خواهد داشت؟ خب قانون خوب است، ولی خب اجرای کردن قانون هم بحث مهمی هست. خیلی مطمئن نیستم که کسانی که در حکومت کار میکنند در مقام های بلند پایه قصد مداخله در کار نداشته باشند. در گذشته هم بوده است، در آینده هم خواهد بود، ولی چیز قابل تاکید است که نهادهای انتخاباتی باید استقلالیت خود حفظ کنند و وظیفه خود چنان که باید مسئولیت ملی که در برابر مردم باید. و یک نکته دیگری که بر سر شرکت بیشتر مردم زیاد تاثیر میکنه، آنگونه که آقای مهدوی هم گفتن، ولی خب از کنارش ما نباید بگذاریم، تاریخ شانزی عمل قطعا باید تغییر بکنه. برای اینکه خب در کشورهای دیگری که وضع اقلیم اگر سرد است یا بارندگی است، خب زمینایی هست که مردم برند به انتخابات شرکت کنند، ولی در کشور مثل افغانستان که با اندک باران یک آدم حاضر نیست که از خانه خود برایه، خب به اضافه این که راه ها بند میشه در بعضی جا، امکان های لوجستیکی انتخابات به سختی نقل و انتقال پیدا میکنه،
همه این لحظه سبب میشه که به صورت طبیعی هم مردم اگر خوشبین هم به انتخابات باشن شاید کمتر شرکت کنه. پس یک حداقل از راه‌های عمده ایش و عملی شدنی هم هست که برنامه تاریخ 16 عمل تغییر بکنه. با سپاس از مهمانان برنامه آقای جعفر مهدوی استاد دانشگاه و عضو مجلس نمایندگان و آقای ضیارفت استاد دانشگاه و اظهار سپاس از شما دوستان که تا این دم با ما بودین. یک تذکر کوتاه که شما میتونین این برنامه رو روی صفحه ویژه انتخابات صفحه اینترنتی tolonews.com تماشا کنین. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت خواهیم بود، خدا نگهدارتون.